سرخط خبرها و مهمترین ها، دیدار وزیران خارجه آمریکا و قطر، افغانستان یکی از محورهای مورد بحث. طالبان محمد زابلی، عضو پیشین نیروهای امنیتی را در زندان اعدام کردند. طوفان وحشتناک زیر پست اداره کابل. با مجموعه خبری کانال جنرال انفو خوش آمدید. مشروع خبرها، گزارش از روزنامه 8 صبح کابل. محمد ابن عبدالرحمن وزیر امور خارجه قطر با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. محمد ابن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر روز پنجشنبه 13 اسد در توییت از دیدار با همتای آمریکاییش خبر داده و گفته که این دیدار در حاشیه نشست کامبوج صورت گرفته است. وزیر خارجه قطر هرچند جزئیات بیشتر در مورد این دیدار ارائه نکرده، اما گفته است که در این دیدار آخرین تحولات برنامه هسته‌ای ایران و وضعیت افغانستان به بررسی گرفته شده است. این دیدار پس از کشته شدن رهبر القاعده در حمله هواپیمای بسرنشین آمریکایی در کابل صورت گرفته است. قطر تا کنون هیچ گونه واکنش نسبت به این حمله نداشته است. طالبان محمد زابلی، عضو پیشین نیروهای امنیتی را در زندان اعدام کردند. منابع محلی در دایکندی میگویند که این گروه محمد زابلی از اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین را در زندان اعدام کردند. منابع روز پنجشنبه 13 اسد به روزنامه 8 صبح میگویند طالبان محمد زابلی را شب گذشته در برابر چشمان پسرش اعدام کردند. بر اساس روایت منابع، طالبان به بستگان آقای زابلی گفتند که او را اعدام نکردند، بلکه وی از ترس زیاد خودکشی کرده است. با گفته منابع، زابلی زیر شکنجه جان باخته و طالبان برای منحرف کردن اذهان عامه جسم بدون روی او را به دار آویزان کردند. از سوی دیگر، منابع محلی در ولسوالی نوامیش ولسوالی دایکندی میگویند که آقای زابلی در اثر شکنجه زیاد جان باخته است. محمد زابلی عضو پیشین نیروهای امنیتی افغانستان بعد از تسلط این گروه به ایران مهاجر شد، اما پس از آن که این گروه پسر 10 ساله او را بازداشت کردند، خودش را از ایران به زادگاهش رساند. او در زندان طالبان به سر می برد. طوفان وحشتناک زیر پست اداره کابل. سفیر پیشین ایران در کابل: افغانستان در سراشیبی یعنی فروپاشی و سیاه‌چاله امنیتی قرار دارد. ابو الفضل زهروان سفیر پیشین ایران در کابل میگوید که شرایط اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی افغانستان در سراشیبی فروپاشی قرار دارد. زهروان چهارشنبه 12 اسد در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی جهت گفته است موقعیت که امروز طالبان با آن مواجه هستند، حتی با زمانی که روی کار آمدند هم قابل مقایسه نیست. این دیپلمات پیشین ایران در افغانستان افزوده است که ما الان با افغانستانی مواجهیم که دارد تبدیل به یک سیاه‌چاله امنیتی می شود. او همکاری پنهانی آمریکا و طالبان را در حذف الزوایری بعید می داند و می گوید که این رویداد نشان می دهد که اکنون طالبان وضعیت مناسب پیشروی خود ندارند. زهروان همچنان گفته که ترور الزوایری در کابل برای طالبان بسیار سخت تمام شد و با این اتفاق که افتاد طالبان رادیکال‌تر می شوند. سفیر پیشین ایران گفته که طالبان به بیراهه می روند و ایران باید با کشورهای همسایه به ویژه در رابطه با مسائل امنیتی نزدیکتر و فعالتر شود. گفتنی است که هنوز مقامهای ارشد ایران در پیوند به کشته شدن الزوایری در کابل اظهار نظر نکردند. چین، روسیه نیز و تایوان، اوکراین. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بحثهایی را در مورد پیامدهای آن برای تایوان برای انداخته است. یکی از رایج‌ترین دستهای مورد بحث از جنگ اوکراین این است که چین باید قبل از آغاز جنگ اتحاد مجدد علیه تایوان با توجه به شکستهایی که نیروهای روسیه متحمل شدند جدیدتر فکر کند. با این حال، خطر راه اندازی یک جنگ یعنی بین تنگه‌ای توسط بیجینگ هرگز بالا نبوده است. تاریخ ممکن تکرار شود، اما نه همیشه. برای نشان دادن تفاوت‌ها دو خط موازی ترسیم کنیم: چین در مقابل روسیه و تایوان در برابر اوکراین.
چین روسیه نیست. با مقایسه چین و روسیه در میابیم که دو کشور اولویت های استراتژیکی بسیار متفاوت دارند. اولا تفاوت زیاد در توانایی ها و پتانسیل های اقتصادی و نظامی آنها موجود است. از نظر اقتصادی چین دومین تولید ناخالص داخلی را در جهان دارد. در سال 2021 تولید ناخالص داخلی چین 76% ایالات متحده بوده است. در مقابل تولید ناخالص داخلی روسیه کمتر از 10% تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بود. علاوه بر این رشد اقتصادی چین پایدارتر از روسیه است. رشد اقتصادی چندین دهه چین مبتنی بر توسعه مجانبه در بخش های مختلف بوده است. کشاورزی، تولید نیروی کار، صنعت فناوری پیشرفته و غیره. تقاضا برای واردات مواد خام چین بسیار بهتر از روسیه با اقتصاد جهانی مرتبط است. در مقابل توسعه اقتصادی روسیه عمدتاً مبتنی بر بخش انرژی است. از نظر نظامی روسیه بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان را از نظر تعداد کلاهک‌های هسته‌ای و یک نیروی متعارف خطرناک به ویژه نیروی زمینی را در اختیار دارد. اوکراین در درجه اول یک تئاتر برای نیروی زمینی است، جایی که روسیه می تواند قدرت خود را بیش از تئاتر دریایی نشان دهد. در مقایسه ارتش چین اگرچه در حال تجربه مدرناسیوز انصاره است، اما هنوز چندین دهه از ارتش ایالات متحده عقب‌تر است. چپن نوسازی نیروی دریایی و نیروی هوایی خود را تنها در اواخر دهه 1990 و پس از بحران تنگه تایوان در سال 1996 آغاز کرد و مانند روسیه نیروهای زمینی چین به طور سنتی قوی تر از نیروهای دریایی و هوایی این کشور بودند. علاوه بر آن تایوان هدف پیچیده تر برای تهاجم است، با این حقیقت که تنگه تایوان باریک است. با عرض کمتر از 100 مایل در باریکترین قسمت آن، چین تعداد زیاد موشک در امتداد ساحل خود مستقر کردند که به تایوان اشاره دارد. اما حتی اگر مداخله نظامی مستقیم ایالات متحده وجود نداشته باشد که ما نمیتوانیم از آن مطمئن باشیم، با توجه به تعداد زیادی از سیستم های تسلیحاتی پیشرفته که تایوان از ایالات متحده وارد میکند، باز هم تسلط چین بر تایوان آسان نخواهد بود. در چارچوب یک جنگ بالقوه تنگه تایوان، ارتباط متقابل فوق با اقتصاد جهانی یک شمشیر دولبه برای چین است. از یک طرف این یکی از مهمترین عوامل ارتقای رشد اقتصادی چین برای دهه‌ها بوده است. از سوی دیگر وابستگی عمیق اقتصادی متقابل باعث آسیب پذیری در برابر رشد اقتصادی چین در مواقع بحران می شود. چین بر اساس مجموع واردات و صادرات در حال حاضر بزرگترین کشور تجاری در جهان است. این بیشتر به این دلیل است که چین با ایالات متحده و متحدان اصلی آن تجارت می کند. ایالات متحده و متحدانش 8 شریک تجاری از 10 شریک تجاری چین را تشکیل می دهند. در سناریویی که چین برای اتحاد مجدد با تایوان از زور استفاده می کند، تحریم های شدید از سوی ایالات متحده و متحدانش علیه چین اعمال خواهد شد. اگرچه این اتفاق بیفتد، برای اقتصاد چین بسیار پرهزینه خواهد بود. چین دچار یک ریکورد اقتصادی جدی خواهد شد که پیامدهای اجتماعی و سیاسی عمیقی در داخل خواهد داشت. از این نظر روسیه از نظر اقتصادی از ریکورد روابط با ایالات متحده و اتحاد اروپا کمتر حراس دارد. این دومی به ویژه به شدت به عرضه گاز طبیعی روسیه وابسته است، اگرچه تحریم های اخیر اروپا بر روسیه این وابستگی را کاهش داده است. چین و روسیه در اولویت های استراتژیک خود نیز متفاوت هستند. تهاجم روسیه به اوکراین تلاش رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای تامین امنیت خارج نزدیک این کشور هنگام مقابل با گسترش ناتو به سمت شرق است. روسیه در مواجهه با احتمال پیوستن اوکراین و دیگر کشورها به ناتو احساس خطر کرد. در این صورت محیط استراتژیک روسیه به سرعت رو به وخامت رفت. مسکو احساس کرد که زمانی برای انتظار ندارد. در مقابل اولویت استراتژیک چین همچنان حفظ یک محیط صلح‌آمیز برای رشد اقتصادی است. رویای رئیس جمهور شی جین پینگ اساساً جوانسازی ملت چین بوده که به طور ضمنی به معنای تبدیل مجدد چین به مرکز آسیای شرقی است. گزارش این تحلیل را می توانید در ویدئوی دیگر ما دنبال کنید. سپاس که تا این دم با ما بودید.